کفن کن بعد به میدان برو. مختار به قدر کافی غرامت عشق بناریه را پرداخته. برو پا پیچم نشو. چه شد ناریه؟ تو که فالگوش ایستاده بودی کلک، شنیدی که غرامت عشقش را داده؟ آخ چف به قبر میتت ناریه، کاش پدر گور به گور شده ای من مغزوب پیامبر نبود. چرا نبش قبر میکنی ناریه؟ نبش قبر نیست جاریه، دلم خون است. من دختر هر کس جز سمارت ابن جندب بودم، به تیزی چشمانم زبان مختار را میبریدم. هنوز هم میتوانی؟ نمیشود جاریه، وسوسه های عمو جانت کاری تر بوده، میخواهد به میدان برود. خب برود. چرا من باید پا پیچش شبم و خودم را سبک کنم؟ نه ظاهرن تو هم بدت نمی آید مختارا در رزم جامعه ببینی. چرا که نه، مختار در رزم جامعه دل رباتر است تا در لباس دهقانی. وقتی ریشش را کوتاه می کند صورتش پر از غرور می شود. ناریه تو چرا حسود نیستی؟ رزم جامعه مختار رقیب توست، نمی ترسی از هوایی که ممکن است خانه خرابت کند؟ واقعا؟ مختار به میدان برود و عربده ای بکشد تنها دل دشمنان حسن را نمی لرزاند. لشکری از دخترکان سیاه چشم عرب برایش قش می کنند و می میرند. غلط می کنند، چشمان تک تکشان را از کاسه در می آورم. دستانت هم که بیاید نتواند حریف این جماعت مخنص مسبسب شود. اوضاع از آن که فکر میکردم وخیم تر است. دستی که تو را در آغوش میکشد خنجر کین در مشت دارد. این بار معاویه دخترش را با جهیزیه ای از طلا بر نیزه کرده. فقط خدا میتواند مشتبه را از شرعی مکر حفظ کند. حکم داور دادار حضرت اجل مختار کمر بسته به پیکاخ تا بکوبد یاغی و تاقی و خطاکار. نزاع عرب و عجم حیلتیست آشکار از سوی دشمن مکار. سپرها مکی، تیخها هندی، زره‌ها داوودی، هر چه از ابهت لشکر شام بشنوید کم شنیده اید. چه جنگجویانی، من تا به حال آدمیزاد به ریخت و قواره آنها ندیدم. قدرتی خدا گردن گردن گاو، ران کمر یابو، بازوان بازوان الاغ، چشم ها وقزد کنهو چشم دیو. چشمم به این اجنه ها افتاد، دردم اشهدم را خواندم.
لب به التماس گشودم فهمیدند عراقی هستم. چشمتان روز بد نبیند. مرا از پاچه آویزانم کردند و بکوب که میکوبی. از کجا فهمیدن عراقی هستی؟ از کجا؟ از تهلهجم. عین و غین ما عراقی ها با غین و عین شامی ها فرق میکند. اما آن از کوزه هایشان، کوزه که نه بلای سیاه. خدایا مسلمان نشنود کافر نبیند. از همشیره ها کسی حامله نیست؟ ترس از لشکر شاه مغلوش از سرت پرانده؟ کوزه چه ربطی دارد به زن حامله؟ ربطش این است که نمیخواهم قاتل طفلی از مسلمانان باشم. زن حامله بشنود داخل کوزه های شامیان چه دیدم؟ از ترس بچه میاندازد مسلمان. با این ادا اصولان نصف جانمان کردی. جان بکن، بگو در داخل کوزه ها چه دیدی؟ کجدم، کجدمه های ارباز هودج هزار شتر از کوزه بار کردند که پر از کجدمه های ارباز است. میخواهند با منجنیق آنها را به خانه های مدائن بیندازند. عرض نکردم؟ خدایا توبه. به حکم تکلیف باید مسلمین را از خطری که در کمینشان است آگاه کنم. خدایا توبه. این اباطیل همه لاف است و گزاف، میخواهند ما را بترسانند. خدایا ما را از شر دجال شامی حفظ کن. آمین. چطور میتوانند آن همه کجدم را پر از کوزه کنند؟ کوزه را پر از کجدم کردن، نه کجدم را پر از کوزه. بیشک از مزدوران شام است. کت و بالش را ببندید. بله امیر. پیاده شید. کجدم را چطور شکار میکنند که نمیرند؟ خیلی راحت، جنه و آب خوردن. حیلتشان را به چشم دیدم. سربازان شامی ملخی را بر سر چوبی میبندند و آن را به سوراخ کجدم نزدیک میکنند. کجدم به هوس تومه بیرون میآید و به تله میافتد. شکارچیان کجدم ارباز و جنگجویان نتراشیده و نخراشیده شامی شکل من نبودن؟ چرا؟ به سهولت و هیبت دست کمی از آنها نداری، ولی به قد و قواره سلطان ها هم نمیشوی. غلط نکنم شما را در جای زیارت کردم. بی غیرت، خجالت نمیکشی با این لاتاهلات وحشت به جان مردم میاندازی؟ بی خانمانی مردم شهر و دیارت رو به چند سکه فروخته خواهند. ای که بشکنت دست بی نمک، بیا و خوبی کن. دستانت بی نمک نیست، خائن است. من آنها را خواهم شکست. که تو بالش رو ببندی. اگر ناز فریب این دروغ زنان را نخورید، می خواهند شما را به خستن بدهند. می خواهند بچه شما را سفر بلای خود سازند. من مردم فروشم یا شما که یک روده راست در شکمتان نیست؟ چرا اخبار جنگ را پنهان میکنید؟ تسلیم شدن لشکر عراق دروغ است یا زخمی شدن حسن ابن علی؟ وقتی چند تا از همان کشتم های ارباز را به جانت انداختم، مغار میایی چه ماموریتی داشته ای؟ ببریدش. آی مردم از لشکر عراق تعدادی شل و کل و پیر و کور باندن که در ساباز منتظر ملک و نودن. ایوه الناس، حقه تازه شامیان را از زبان مزدورشان شنیدید. اکنون چند کلمه ای بشنوید از امیر مختار ثقفی که از امروز عهده‌دار امور مدائن شد. من گمان می کردم معاویه برای اینکه دل و دین جنگجویان عراق را بخرد بر پشت اشتران کوزه های پر از طلا بار کند. اما این کجنم های ارباز از همان جنس لطایف الهیله و ورق پاره هایی هستند که در صفین به نام قرآن بر نیزه رفتند. حقیقت این است که عراق عرب
همیشه در میدان نبرد حریف قدر و قلدری برای شام بوده و هست. شامیان اگر مرد جنگ بودند دست به دامن کشتم‌های ارباز نمی شدند. آنها تمام امیدشان به جهل شما بسته، همان گونه که پیش از این طلایه‌داران لشکر عراق قبل از این که به میدان نبرد وارد شوند مغلوب طلاهای ماویه شدند. جماعت مجتبا زخم برداشته، نه در میدان جنگ و نه به دست نیروهای شام. او در تاریکی شب و به تیغ جفای خوارج مجروح گشته. امروز شهر شما، شهر مدائن، میزبان پسر پیامبر است که شکر خدا جراحتشان رو به بهبودی است و به زودی از بستر برخاسته پاسخی دندان شکن به لاف و گزاف های معاویه خواهند داد. و اما من مختار صرفی از امروز بنا دارم در این شهر هر ندای خائنانه و مشکوکی را در نطفه خفه کنم. و این شهر، شهر مدائن، شهر شما را به یاری خدا از لوس وجود مزدوران شام پاک کنم. زن به این قتلت ای مردم مدائن، به کدام این گناه میخواهند شما را توبه جنگی بیهوده کنند؟ شما امروز میزبان کسی هستید که ابایی ندارد خونتان ریخته شود، اموالتان به غارت رود و ناموستان به حراج. دیر نباشد که شامیان با منجنیق ها و قاروره های نفتین رومی آتش بر سرتان ببارند و شما را در خانه و کاشانتان زنده زنده بسوزانند. چرا حسن ابن علی باید به شهر شما بیاید وقتی میداند جنگ را باخته و معاویه برای سرش وعده ها کرده؟ من از اردوی مجاهدانی میایم که امروز عزادار برادر شهیدشان جراح ابن سنانم، شهیدی که فقط به قصد قربت بر پسر ابو تراب زخ زد و خود به فیض شهادت رسید. لا حول الا لله، 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 لا حول الا لله. برادران، در کجای شریعت محمد آمده که حکومت مثل ایران و روم بایستی موروثی باشد؟ معاویه برای پسرک طناز کبوترباز و میمونبازش سر دست می شکند و پسران علی که از خویشاوندی با پیامبر سوء استفاده می کنند. خوب دور برداشته یزرق، رجز خواندن در میدان خالی شهامت نمی خواهد. نفرین بر شما خارجی ها که مایه ننگ و نفرت عربید. شما که امروز معاویه را کافر می دانید، چطور شد که در صفین به مسلمانی شهادت دادید و در برابر قرآن هایی که بر نیزه کردن سجده کردید؟ میشنوید برادران؟ ما را متهم میکنند که از دین خارج شده ایم، در حالی که وفادارترین امت به شریعت احمدی. حرف دیروز و امروز من یکیست، نه معاویه، نه علی و نه فرزندانشان. تا اینها بر سر کار باشند جنگ برادر کشان تمامی ندارد و اعضا و جوارح مسلمین بر خاک است و فتنه در میان امت بر جا. به خدا قسم با وجود فتنه اموی و علوی فضیلتی بالاتر از جهاد نیست.
دارید در بوده مختار رجس بخانی. این نزا حالا تماشا دارد. چطور شد مختار از امر زراعت دل کنده؟ شنیدم سپهسالار لشکر عراق شده. جارچیان خبر امارتش بر مدائن را جار میزدن. امیر مدائن که بود؟ مختار امیر نبود دم نه خدا. امیر مدائن عموی مختار است. عجیب است که خفاش ها روز روشن به میدان آمدند. تا جایی که من میدانم خفاش از نور گریزان است و در تاریکی شب تومش را سید میکند. تو که بی طرف بودی و پشت به جنگ برادر کشان داشتی ابو اسحاق. از حقیقت دارد که تو را هم فریفتند. تو به چه تمه دینت را به دنیا فروختی مختار؟ پادشاهی عراق میرزد. میدانی چرا در این جنگ به قول تو برادر کشان بی طرف بودم؟ دلیلش عصبانیت از عدالتی است که به امثال شما حیوانات فرصت میدهد تا آشکارا شمشیر ببندید و جولان بدهید و در میان عوام و ناس بچرخید و افکار زالتان را جار کنید. خوارج از نظر من کافران حربیان و مهدور و دم، چه شمشیر بچشند چه شمشیر نچشند، این بار را، فقط همین بار را، به حکم الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس از خونتان میگذرم. حالا گورتان را گم کنید و از جلوی چشمانم دور شوید. یک بار دیگر ببینم اتان، مادرتان را به عزایتان می نشانم. برو و این پیغام را به رفقای خبیثت برسان. شمشیرت هم به خوبی زبانت رجز می خواند پادشاه آینده عراق. جنود شیطان فرصت نفس کشیدن نمیدهید. رهایی این جماعت جفاییست بر رعیت. همه شان را به زندان کوش ببرید. بله امیر. شما خوب گوشایتان را باز کنید. زین پس کسی بخواهد سر خود در این شهر شمشیر بکشد یا چوب و چماق بردارد و در شهر آشوب و بلوا بپا کند، با من طرف است. مجرم است، جرب باشد یا ایرانی، اموی باشد یا علوی، از این به بعد در شهر مدائن حفظ امنیت با مختار است. بلاغه رم کرده ای گلم، چرا ترسیدی؟ مختار به میدان آمده، نشنیدی؟ چرا؟ مدائن گر گرفته بود مختار آبی شد بر آتش شهر. چه نستقی کشیده، هیچ کس جرأت عرض اندام ندارد. نشد پاسوز خانهش کنی نه؟ نشد حنانه، دم به تله نداد. عشق آتشین ناریه هم نتوانست منصرفش کند. گوش به هر وسوسه و نغمه بسته. تو چرا خودخوری میکنی عمرم؟ مختار به میدان آمده دست عمر را بسته؟ فدای سرت.
عمر میخواهد شاه عراق بشود، خب باید از مانع مختار بپرد. میتواند حنانه. اگر تو بخواهی میتواند. باز چه خوابی دیده؟ خیر است عمرم. عمر و مختار از بچگی با هم رقیب بودن، بلدن با هم کنار بیایند. بیا بشنوی عمر برای چه نقشه‌ای کشیده، هوش از سرت میپرد. این رنگ رزان مجوز را بکن. تو باشی به ولی نمتت دهن کجی نکنی. منال ببینم حق با عمویست یا علوی، ماهیه یا علی. منال عرب نجات پرن حق به دست شفی های لانجت آخر ماهیه ولیدی. حق با کسیست که تلا دارد یا با کسی که خدا را دارد. زدی؟ پناه بر خدا، کله خرس یا کله آدمی؟ شاخ گاو روی سرت چه میکند؟ ای خر، حالان جلت نوم شده از قبای زرگر. ای خر، ارباب مهیرت شده از قصر پیمبه. ای خر، حالان جلت نوم شده از قبای زرگر. ای خر، از بسک الاغی سوارت شده یک تازی بربر. روی سرگین گاومیش به دماغت خورده کچل مجوس؟ خیال میکنی از بیت المال پسر علی گله گاومیش نصیبت میشود؟ گاومیش؟ برای من دوره میافتی و تومار جمع میکنی ها؟ بیا جلو، بیا جلو تا مغز نداشتت را حرام سکا کنم. بیا جلو. بواسیرت آد کرده یا کرم به جانت افتاده؟ دقیق دلی کدام مرزت را میخوایی سر ما خالی کنی؟ شیخ ابو مرز، به تو چه که من تومار جمع میکنم؟ به چه حقی در خانه من به من حکم ایرانی منحوس بذارم؟ به نهمار تویی مغز؟ لشکریان شام پشت دروازه های شهر خیمه زده. معاویه بو ببرد که مدائنی حامی پسر علی است، به صغیر و کبیر من رحم نمی کند. هی ملخو، تو دلت برای مدائن و مدائنی نسوخته. همه می دانند اعراب حسنی مزدوران معاویه هند. شما می ترسید که معاویه گیر و مواجبتان را قطع کند. کچل احمق، معاویه آنقدر سخاوت دارد که خر در دبینه می بندد، در آخرش اشرفی می ریزد. تو که سنگ پسر علی را به سینه می زنی، قرار از چه گلی به سرتان بزند یا بو؟ در دولت پسر علی همین بس که ایرانی و عرب را به یک چشم ببیند. ما سر و جان می دهیم برای این مرامش. به خدا و قسم همین دلیل کفایت می کند که ما تشنه به خون پسر علی باشیم. این آرزو را به گور می بریم که عرب با عجم یکی باشد. افخر موقعی بزنم. Thank you.
عرب از کدام تیر رو تایفند. گاو زبانتان را جویده؟ من زبان تک تکتان را میبرم تا همه عمر معاف از معرفی باشید. تا اومده ای ما را به سلابه بکشی بکش. به تیره و طایفه ما چه کار داری؟ تو سلابه نمیخواهی مردک، قلاده میخواهی. ابو فتنه، شرارت همچون کرن در کاسه چشمانم لول میخورد. حضرت عجل، این جماعت از اعراب حضرمی هست. تو از کدام تیره عجمهایی؟ از عجمان دیلم. نزاع عرب حضرمی و عجم دیلمی، این یعنی جنگ، جنگ اموی و علوی. اما چرا اینجا در مدائن؟ چرا در بازار رنگرزها؟ نزاع در داخل شهر یعنی آشوب، یعنی جنگ، جنگ علیه امنیت و قانون، جنگ با فرماندار. امروز فرماندار این شهر منم. مرد میخواهم برای نبرد. کیان؟ بله امیر. نامه اعمال تک تکشان را میسنجی. هر کس که ضربتی زده یا ضربتی خورده مجرم است. حضرت عجل، نمیپرسید این دعوا و جر و منجر بر سر چیست؟ چون و چرایش به عهده قاضی است، نه فرماندار. خوردی کچل، این بود عدالتی که خودت را برایش تکه پاره میکردی. دست مریضت مختار. خیال کردم یک دلاور عراق عرب به میدان آمده تا شیعه خار و خفیف نباشد. توقع داشتید در برابر فحاشی های این شیخ مریض خودفروش حسنمی لال باشم؟ او به جرم حمایت از پسر علی بر من تبر کشید. باید گردن خم میکردم تا بزند. کسی محق باشد ترس از محکمه و قضاوت ندارد. در ضمن شیعه‌ای که ملعبه دست ابو فتنه شود و آب با آسیاب دشمن بریزد، همان به که در زندان بماند و بپوسد. مختار، خال المؤمنین معاویه ابن ابو سفیان برنده جنگی است که بر سر میراث محمد برپا شده. تو با عمویت نمیتوانید مانع شوید. تو اهل درایت و سیاستی مختار، چرا حکومت عراق عرب را با پسر علی محافظه نمی کنی؟ اصل ملت تماشایشون کنید که چه بشود؟ اصارت اینها عبرتیست برای آشوبگران که هنوز آزادند. با آبروی مردم بازی میکنی؟ از انظار خلق دورشون کنید. بله امیر. عذر موجه دارم برادران، شاید بتوانم به کمک برادرزاده‌ام برای چند روز معضلتان را حل کنم. ایشان برادرزاده‌ام مختارند. السلام علیکم یا مختار. و علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام. و علیکم السلام. در اوصاف مختار پسر ابو عبید ثقفی بسیار شنیدم. مفتخرم به زیارتتان. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید.
خدا رحمت کند همه اسیران خاک را. از در که داخل شدی لحظه خیال کردم برادرم ابو عبید آمده. نمیدانی در این لباس چقدر شبیه او شدی. مرحبا عمو جان، رو سفیدم کردی. اخبارت مو به مو، نکته به نکته به من میرسید. عجب ضرب شستی نشان دادی. شنیدم همه مفسدین دو به همزن ماستا را کیسه کردند. شکر خدا نظم و امنیت برقرار شده. مأمورین بر اوضاع شهر احاطه کامل دارند. مرحبا عمو جان. ما پیش از این وقایع هرچه آذوقه در انبان داشتیم به درخواست امام فرستادیم. در حال حاضر انبارهای حکومتی مثل کف دست بنده است، صاف و پاک. علی ای حال از کمک اهالی متمول مدائن ناامید نیستم. شما به سابات بروید. سعی میکنم فردا اولین کاروان محموله آذوقه و علیق را برایتان بفرستم. خداوند بر عزت و جاه و مقامتان بیفزاید. امام 10 تن از یارانی چون شما را در کنار خود داشت به این مصیبت دچار نمیشد. تا مشیت الهی چه باشد برادر، شاید در این مصیبت رحمتی باشد که ما نمیدانیم. حکایت امروز امام مجتبی حکایت جدش رسول خدا در احد است. یکی از برکات شکست در احد بیداری مسلمین بود. بله البته. اجازه مرخصی میفرمایید. در پناه خدا محفوظ باشید. جناب مختار، شما از نسل سلحشوران به نام و پرآوازه عراق عربی، نسل مردان پیلفگن. جایت در کنار پسر پیامبر خالی بود، سربلندیم و مغرور که در رکابت شمشیر بزنیم. هر آنچه خدا بخواهد سردار. در پناه حق. خداحافظ. خدا پشت پناهتون. شنیدی عمو جان؟ تو از نسل مردان پیلفگنی. میبینی تو و پدرت در دل و ذهن مردم چه منزلتی دارید؟ حفظ این مقام و منزلت کار دشواری است. توصیه میکنم سری به اردوی امام در سابات بزن. لشکر عراق روحیه خود را باخته؟ حتم دارم تو را ببینند جانی دوباره پیدا میکنند. الحق مرد سیاستی دمو جان، شما از من خواستید که در اداره امور مدائن و مراقبت از جان امام کمک احوالتان باشم. من هم به جان و دل پذیرفتم. من در حوزه فرمانداری شما تا روزی که امام در مدائن هستند از هیچ کمکی مضایقه نمی کنم، اما در جنگی که فرجامش شکست و رسوایی است داخل نمی شوم. پس نمیخواهی جبران مافات کنی؟ نه که نخواهم، نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ تو قدرت و هوش فوق‌العاده‌ای در فرماندهی و اداره امور داری. تو در یک نیمه روز توانستی مدائن را مسخر کنی. چرا فکر میکنی نمیتوانی سپاه مزمحل عراق را بسازی؟ مدائن را در یک نیم روز فتح کردم چون اختیار تام داشتم، چون از سیاست سرکوب استفاده کردم. امام با چنین شیوه موافق نیست. چرا؟ برای اینکه در این شیوه ممکن است انسانهای بیگناه هم قربانی شوند. بهرام رنگرز نمونهش. میدانم که بیگناه است، اما اگر او را در بنده میکردم قوقای عرب و عجم خاموش نمیشد. خب این هم دلیلی است. امیدوارم اقامت امام در مدائن طولانی نشود. دلواپس چه هستی مختار؟ کشت و زرعم، امور رعیتم. کم مشغله‌ای نیست مشغله یک لشکر نانخور. کیان؟
یکی از مشغله های مهم مختار تویی. چرا این شیر شرزه را در بیشه زن و زراعت و نان و آب زندانی کرده اید؟ کیان؟ مشغله مهم من تویی؟ من غلام شما هستم مختار. چرا مثل چغندر سرخ شدی؟ مرحبا به این حجب و حیا و تواضع. منظورتان از این کنایه چیست؟ کیان جاریه را از من خواستگاری کرده. من رضایت تو را شرط کردم. ناراحت شدی ابو اسحاق؟ به دوستی من فکر میکردم. فکر بعدی که نکردی. حقیقتش چرا؟ فکر میکردم نکند دوست بیریای من به طمع خواهرم دورو برم میپلکد. احساس عجیبی دارم کیان. جاریه خواهر ناتنی من است و در خانه من بزرگ شده. درست است که من عرقش پدری کردم، اما قبول کن صاحب اختیارش نیستم. وصلت تو با ما هم برایم احساس گنگیست، اما با این وجود من حرفی ندارم. امشب به خانه ما بیا و وقتت را امتحان کن. رضایت من نیمی از مسئله است. جواب قطعی را باید جاریه بدهد نه من. عرب را با عجم چه وصلتی است؟ مثلیست که تلخی و تندی و شوری نمیتواند شیرینیش رو ضایع کند. وصلت با شما برایم لذت مضاعف داشت که بدبختانه فراهم نشد. بی پروایی و بی ادبی این دخترک بی جواب نمیماند. من به اندازه قوتی که به او خوراندم و رختی که به او پوشاندم حق دارم ادبش کنم. مرحبا مرحبا ام ثابت، عجب اغلبی در راستین پروراندی. حرمت من به درک. این بود اسم میهمان نوازی؟ چرا کاسه کوزه را بر سر من میشکنی مختار؟ جناب کیان، مختار در مورد تقاضای تو حرفی به من نزده بود. خیال میکردم بر حسب عادت به دیدن دوستت آمده ای. میدانستم چه خیالی دارید. جاریه را میساختم که لااقل اهانت نکند. من هم شرمندم. من این جمله را از زبان عرب بسیار شنیدم بانو. باکی نیست. کیش بودیده گستاخ؟ نه ابو اسحاق نه، تو را به جان کیان نه. او مغرور است و جوان. به خدا قسم غرورش آتش عشقش را به جانم افکن. تمنا می کنم صبور باشید. تو دخالت نکن کیان. این دختر غرور و شرافت من را لگدمال کرد. دستم به دامنتان بانو. شما کاری کنید. جاریه مثل دختر من است. من برای او مادری کردم. سوزش چند تازیانه بهتر از عمری شکنجه در کنار مردی است که از جنس ما نیست. قصد اهانت ندارم. تو باید خودت این چیزها را میسنجیدی. من
من باور نمی کنم پسر مردی باشی که اولین داوطلب حمله به ایران شد. پسر مردی که شهره به پیلافکن است. پسر شکارچی فیلی که عاقبت پیکرش زیر پای یک فیل ایرانی له و لورده شد. تو پسر آن پدر بودی؟ امروز یار غارت یک ایرانی بی‌نام و نشان نبود؟ گنده تر از دهانت حرف میزنی دختره که بیچشم روی فقیر. من برازنده تبارم حرف میزنم مختار. من یک دختر عربم، دختر ابو عبید ثقفی که برای خودش یلی بود. تو هنوز من رو به چشم دختر بچه یتیمی میبینی که برادرش منت بر سرش نهاده و بزرگش کرده. تو کفیل من شدی که جانم را تصاحب کنی؟ تو برادر دلسوز من بودی، این توهین رو در حقم روا نمی داشتی. تو چطور قبول کردی یک ایرانی بی‌نام و نشان با جسارت و وقاحت رسومات عرب را لگد مال حبس خود کند؟ فضیلت ما به قوم و نژاد و قبیله نیست نافه، ما مسلمانیم. از این ایرانی بی‌نام و نشان چه میدانی که با کینه‌ای شطوری بر او میتازی؟ تو میتوانستی با یک نه او را جواب کنی. او به من توهین کرد، من هم پاسخ توهینش را دادم. باورم شد خونه را به جاهلی در حکایت جاریست. خوب گوش کن جاریه، تا به حال گمان میکردم لقمه حلال میتواند خلق و خوی وحشی تو را عوض کند. از امشب به زبان اعراب جاهلی با تو سخن میکنم، به زبان همان تیر و تبار که اینقدر به آنها میبالی. تو بر سر سفره من استخوان درکاندی، از کنیز من هستی. تو به حال هم همین بوده، تو همیشه به چشم یک کنیز به من نگاه کردی. تو ارباب منی نه برادرم. میتوانی به هر قیمتی که دلت میخواهد مرا به رفیق ایرانیت بفروشی. کیان عروس میخواهد نه عقرب. من تو را نمی فروشم هیچ وقت. انقدر بی شوهر به من، انقدر بی شوهر به من، تو موهای سرت رنگ دندانهایت شوند. دست مریضت، دست مریضت، با این تحفه‌ای که ادب کردی. من حریفش نشدم مختار، او دختری غمگین و تنهاست. امروز از خوشبختی دخترانی حرف میزد که زنده به گور شدن. آرزو میکرد کاش پسر به دنیا آمده بود. میترسم دیوانه شده باشد. دیوانه یک عشق موهوم شده. دلت برایش میسوخت، در حقش درست مادری میکردی. تو که بی انصاف نبودی مختار. حق بده شوهرش را خودش انتخاب کند. انتخاب کند؟ اما نه پسر سعد عبی بقاس را. برای من ننگ است که شوهر خواهرم عمر سعد باشد. ناریه، غرورم را زخمی کنی، عشقم را سر می برم. دیدی؟ عرب را با عجم چه فضلتیست؟ از زبان من جواب رد میشن دیدی؟ ممکن بود هزار جور فکر و خیال ناجور کنی. خواستم جواب نه را خودت از زبان این دختره که خیر سر یاقی بشنوی. مختاری که در میدان نبرد نرهش یک فوج را می نرزاند و موی بر تنشان راست می کند، در قلم روی خانهش به قدر یک موش اثر ندارد. رقت انگیز در این که مختار شیعه علی عاشق دختری شد که پیامبر پدرش را زیان کار خوانده.
هفت پشت مرا کفایت میکند. نگیان تو، نه تو، شیعه مخلص علی، هم بالینی میخواهی شایسته مرامت. این ننگ مرا بس که عمر سعد این روباه کثیف مکار زیر پای جاریه نشسته و به اعتبار آوازه پدرش او را اخفال کرده. دستم به این رجاله برسد گردنش را خورد میکنم. مرحبا احسد، برای عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مایه مباهات است که مختار ابو عبید ثقفی دشمن اوست. از اینکه خشم مختار بزرگ را برانگیختم احساس غرور میکنم. امشب در این خانه چه خبر است؟ کدام بی‌صفت خائن این دستیسه را چیده؟ آمده ای با شرافت و آبروی من بازی کنی؟ حرام زده! زور نزن مومن، خدای نکرده باد فت دچار میشوی. کشک سفید میدان حرب نیست که شمشیر میکشی. خلاف عموزاده، من به مهمانی آمدم، شمشیر کشیدم به روی مهمانی که شمشیر ندارد رسم جوان مردی نیست. نجاستی که حریم این خانه را آلوده کرده فقط با خون پاک میشود. امشب این خانه مسلخه یکی از متات است. نمیخواهم ورد زبان ها شود عمر سعد بیدفاع بود و مختار جانش را گرفت. فرصت میدهم با خنجری که به کمر بسته یه سادر دفاع کن. پس آنچه در مورد فقود رایت تو شنیدم مبالغه بوده. سروی برو به عموی مختار خبر بده زود. بله یا بانو. چشم. نمیخوای جرمم را معلوم کنی و بعد برا بکشی؟ جرمت را بر سنگ قبر تک میکنم. از خودت دفاع کن. من به خواستگاری جاری آمدم نه به جنگ. برای رسیدن به جاریه باید بر نشه من بگذرم. من تو را نمی کشم چون نمی خواهم اشکای جاریه را ببینم. جاریه چند دستم بدم؟ تو می توانی مختار را رام کن. می ترسم جاریه، او امشب بدجوری زخمی شده. خرنش مختار، ما می توانیم موضوع را مرد و مردانه حل کنیم. من در مقابل خود مرد نمی بینم. تو مرد بودی همچون سگی با وفا بر درگاه آل امیه واق واق نمی کردی. پدرت را معاویه به زهر کشت، تو به جای انتقام دست بوس و پابوس پسر ابو سفیان شدی. کسی که بر خون پدر توف می کند همچون حیوانی است که شکمش را از مردار خود پر می کند. خنجر بکش، خنجر بکش نامرد لاشخوار، از خودت دفاع کن. یادت باشد خودت خواستی. من امشب با نیت خیر به این خانه آمدم، افسوس شر نصیبم شد. خوب ضربه میزنی مختار، اما من هم پسر جنگم. امشب یا بر زندانبان دیوانه و هار قلعه عشق غلبه میکنم یا در راه وصال معشوق سر و جان میبازم. ماریا جان، تو عشقش رو نکشته کاری کن. آمد اینجا جامعه از اویز که یکی از ما دو تن میپوشن. من هم دست و پایم رو گم کردم جاریه، تا بال مختار را به این حال ندیده بودم. قلم پایت بشکند زربی، کجا رفتی؟ فقط سعید میتواند آتش این جنگ را خاموش کند. شب ثابت میکنم که پسر فاتح ایرانم. پسر سردار فاتح ایران. اندک آبروی برایت مانده باشد میراث پدریست. به فتوحات پدر نازیدن هنر نیست. خودت چه داری سگ با وفای اموی؟ اینم چطور در گل مانده ای خرخسته علوی؟ حریف بی هنر طلبیدن تا این همه ارواح را دارم.
دست نگهدار جان عمو. تو کجا و کوشک سفید کجا؟ پسر ساعت، برای امری خیر آمدم. سگ غلات شکسته کوشکتان چنگ و دندانش را به رخم کشید. چه امر خیری مردک؟ به خواستگاری جاری آمدم. اوی که خر است، مابقی را هم مثل خود خر میپندارد. خواستگاری رفتن رسم و رسوماتی دارد خروس بیمار. تو بی اذن صاحب خانه، بی آنکه در قلباب کنی، آن هم در شبی که کوشک میزبان پسر پیامبر است، به این امارت حکومتی آمده ای که دختر مطالبه کنی؟ خب کجا این کار جرم است؟ بی اذن صاحب خانه آمدم چون میدانستم روی خوشتشان نمیدهد. در قلباب نکردم چون میدانستم در به رویم باز نمی کند. امشب کوشک میزبان پسر پیامبر است. خب من هم آمدم تا سنت حسنه پیامبر رو احیا کنم. یک جایی از کارت را غلط محاسبه کرده ای عمر. مقرر کرده بودیم هر کس بی اذن دخول داخل در کوش شود خونش را بریزند. تو چطور وارد کوشک شده ای و هنوز زنده ای؟ خب از اقبال بلندم بوده که هنوز زنده ام. عنایت بفرمایید، خونم را ریختند. تو اقبالت بلند نبوده. یحتمل برج و باروی کوشک ما محکم نبوده. شایدم دروازبان ما با کیسه درهم و دینار شل شده. به زودی معلوم می شود پشت این خواستگاری مشکوک چه نیت شومی پنهان بوده. دربندش کنید. تو که مرد عاقل و با تقوای هستی حضرت والی، به کدام دلیل محکمه پسند مرا محکوم می کنی؟ هنوز حکمی صادر نشده. تو چند روزی مهمان کوشکی. حضرت والی، برای پسر علی برج و باروی نمونده که من بخواهم فتحش بکنم. شما بیهوده من مزنونید. من اینجا را غلط محاسبه کرده ای. من تا وقتی میزبان پسر پیامبر باشم بنا دارم به شیوه شیاطین شامی حکومت کنم. دلیل دندانگیری داشتی؟ حاضرم در محکمه بشنوم. این کفتار را به من بسپارید عمو جان. قول میدم زبانش را باز کنم. به یک شرط مختار، قول بده او را نکشی.